سرخط خبرها. بررسی اوضاع افغانستان در نشست دو مثبت دوی روسیه و فرانسه. انفجار در مسجد در ننگرهار دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. عاملان انفجار ننگرهار بازداشت شدند. آمر امنیت پنجشیر: مقاومتگران چند تا بیدین، دزد و اوباشند. تا چند ساعت دیگر حکومت جبهه مقاومت با تمام تشکیلات سیاسی و نظامیش اعلان می شود. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. در نشست دو مثبت دوی وزرای خارجه و دفاع روسیه و فرانسه که روز جمعه 12 نوامبر در پاریس برگزار شد، اوضاع افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. با گزارش اسپوتنیک، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که در نشست دو مثبت دو در پاریس اوضاع افغانستان مورد بحث قرار گرفت. وای گفت: ما در مورد افغانستان گفتگو کردیم. در مسئله افغانستان ما رویکردهای مشترک داریم. تا طالبان به تمام گفته هایی که پس از به قدرت رسیدن بیان کردن عمل کنند. نشست دو مثبت دوی وزرای خارجه و دفاع روسیه و فرانسه در تاریخ 12 نوامبر در پاریس برگزار شد. پیش از این وزیر امور خارجه روسیه گفته بود که مسکو امیدوار است که طالبان به تعهدات و وعده هایشان در مورد تامین ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و همچنین ایجاد دولت فراگیر متشکل از تمام گروه های قومی و سیاسی کشور پایبند باشند. انفجار در مسجد در ننگرهار دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. منابع از کشته شدن دست کم 3 تن خبر می دهند. در انفجار روز جمعه در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار دست کم 3 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. در این مورد شبکه تلویزیونی افغانستان انترنشنل به نقل از منابع محلی گزارش می دهد. این انفجار ساعت 13:30 به وقت کابل هنگام ادای نماز در یک مسجد رخ داد. این در حالی است که سخنگوی طالبان از بازداشت عاملان انفجار دیروز ننگرهار خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صفحه تویترش نگاشته است که 3 تن عاملان انفجار امروز در یک مسجد در منطقه ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار از طرف نیروهای طالبان بازداشت شد. او تاکید دارد که با این جنایتکاران طبق حکم شریعت اسلامی برخورد خواهد شد و به کیفر اعمال شومشان خواهند رسید. قابل ذکر است که دیروز یک انفجار در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار در یک مسجد رخ داد. به گزارش خبرگزاری باختر، در این انفجار 15 تن زخمی شدند. آمر امنیت پنجشیر: مقاومتگران چند تا بیدین، دزد و اوباشند. آمر امنیت ولایت پنجشیر میگوید که شریعت اسلام را در این ولایت تطبیق میکنیم. به گزارش اسپوتنیک به نقل از آماج نیوز، عبدالحمید خراسانی آمر امنیت ولایت پنجشیر میگوید که شریعت اسلام را تطبیق میکنیم. وای میگوید: مقاومتگران چند تا بیدین، دزد و اوباشند. وای در نشست با زیردستانش آنها را بر رویه نیک با مردم فرا خوانده و بار دیگر تاکید می کند که هر کسی در برابر حکومت اسلامی بغاوت کند بیدین است و سرکوب می شود. تا چند ساعت دیگر حکومت جبهه مقاومت ملی افغانستان با تمام تشکیلات سیاسی و نظامیش اعلان می شود. آغاز جنگ چریکی در پنجشیر: رنجر طالبان در خواواک مورد هدف قرار گرفت. معاون والی پیشین پنجشیر از کشته شدن طالبان در این ولایت خبر می دهد. به گزارش اسپوتنیک، عبدالکبیر واسق معاون والی پیشین پنجشیر در حکومت پیشین در صفحه تویترش نگاشته است که در یک کمین مقاومتگران در ساحه کوتیهای خواواک یک اراده رنجر طالبان هدف قرار گرفته و تمام سرنشینانشان کشته شده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است. دادخواست خانواده یماسیاوش: جای اجمل احمدی دادگاه است، نه دانشگاه هاروارد.
خبرگزاری 8 صبح کابل. خانواده اما سیاوش خبرنگار پیشین که در کابل ترور شد، دادخواست را شکل داده و از دانشگاه هاروارد امریکا خواسته است که عضویت اجمل احمدی رئیس پیشین بانک مرکزی را لغو کند. بکتاش سیاوش، برادر یما سیاوش، این دادخواست را زیر نام عدالت برای یما سیاوش روز جمعه 21 عقرب را اندازی کرده است. در این دادخواست از مردم خواسته شده بود که 2500 امضا را برای لغو عضویت اجمل احمدی از دانشگاه هاروارد و معرفی او به دادگاه جمع آوری کنند. تا چاشت امروز بیش از 1700 نفر برای لغو عضویت اجمل احمدی در دادخواست خانواده یما سیاوش امضا کردند. خانواده یما سیاوش اما میگویند که قرار است میزان این امضاها به 10000 نفر افزایش یابد. با گفته خانواده یما سیاوش، دانشگاه هاروارد باید به جنایتکاران دولت پیشین افغانستان پناه ندهد. اعضای خانواده سیاوش تصریح میکنند که انتصاب اجمل احمدی به عنوان عضو ارشد دانشگاه هاروارد تضاد آشکار با ارزش‌های آن دانشگاه برای ترویج جهانی انصاف و عدالت میباشد. در دادخواست تذکر یافته است که اجمل احمدی به عنوان سرپرست بانک مرکزی با دستور از بین بردن شواهد تروری اما سیاوش مانع اجرای عدالت شده است. خودداری از اشتراک گذاری تصاویر دوربین های مدار بسته و معلومات جی پی ایس موتر بانک از موارد ممانعت در این کار دانسته شده است. همچنان تذکر یافته است که اجمل احمدی خبرنگاران را از دسترسی به اطلاعات هنگام بررسی چگونگی قتل یما سیاوش محروم کرده است. با گفته خانواده یما سیاوش، دانشگاه هاروارد باید از موقف بخشیدن به اجمل احمدی به عنوان مرتکب نقض سری حقوق بشر که سبب مسئولیت وی می شود خودداری کند. خانواده سیاوش از سپردن پرونده تروری اما سیاوش به دیوان کیفری بین المللی و سازمان ملل متحد به عنوان موارد یاد کرده است که جنایت اجمل احمدی را برجسته می سازد. اجمل احمدی به تازگی و پس از سقوط کابل به دست طالبان به عنوان عضو برجسته دانشگاه هاروارد امریکا انتخاب شد. وی پیش از این دو سند مستریش را از این دانشگاه به دست آورده بود. او که داماد برادر اشرف غنی است، پیشتر موارد از زورگویی، استخدام ها و برکناری های غیر قانونی و استفاده غیر اصولی منابع بانک مرکزی را نیز در کارنامه‌اش دارد. دوستان عزیز، از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.